یکی از بدترین اتفاقایی که میتونه برای سانسوریا بیفته اینه که برگاش دونه دونه زرد بشه، اما ندونیم دقیقاً چرا این اتفاق افتاده. تو ادامه ویدیو میخوام تمام عواملی که باعث میشه برگای سانسوریا زرد بشه رو بهتون توضیح بدم، روش درمانش هم بهتون بگم. سلام، من پریسا هستم، به یه ویدیو دیگه از کانال گل رویا خیلی خوش اومدید. سانسوریا از اون گیاهای مقاومه، اما یکی از مشکلات شایعی که براش پیش میاد اینه که برگاش زرد میشه. وقتی که این اتفاق میفته فقط و فقط باید دنبال اصلاح شرط نگهداری باشین، چون فقط اگر شرط نگهداری بد باشه این اتفاق میفته. کوددهی اگر کم باشه این اتفاق نمیفته. اصلا فکرشو نکنین و فقط دنبال اصلاح شرط نگهداری بد باشین. وقتی برگای سانسوریا شروع میکنه به زرد شدن، یعنی ریشه گیاه یه اتفاقی داره براش میفته، معمولا هم در اثر آبیاری زیاد و خیس موندن ریشه ها این اتفاق میفته. اگر آبیاری کم باشه معمولا برگا زرد نمیشن، یا اگر زرد بشن حالت خشکیده دارن. اما اگر آبیاری زیاد باشه یا ریشه گیاه خیس مونده باشه، این حالت زردی همراه با آبکی شدن برگا. معمولا اگر آبیاری سانسوریا کم باشه بیشتر برگا چروک میشن تا زرد بشن، اما اگر ریشه گیاه دچار آسیب بشه و پر آبی کشیده باشه سری برگای گیاه زرد میشه. بهتون گفتم آبیاری زیاد باعث میشه برگای گیاه زرد بشه، اما خیلی از موارد هست شما ممکنه بگیم من به گیاه هم هر 10 روز یه بار آب میدم، اما چرا باز برگاش داره زرد میشه؟ الان این مشکل رو کامل براتون برطرف میکنم. خاک، گلدون و آبیاری 3 تا مواردی هستند که به همدیگه متصلن. اگر یک کدوم از اینا دچار اختلال بشه بقیه هم با اختلال مواجه میشن. الان براتون توضیح میدم که چرا. بعضی وقتا برای سانسوریا از این گلدونای بزرگ استفاده میکنید. گلدونای عمیق، گلدونای بزرگ باعث میشه خاک زیادی داخل گلدون جمع بشه. به گیاه که آب میدین اون حجم از خاک یه مدت زمان زیادتری طول میکشه تا خشک بشه. پس ریشه گیاه خیس میمونه. ممکنه هر 15 روز یه بارم بهش آب بدیم، اما چون گلدون بزرگه خاک زیادی داخل گلدون جمع شده، همین باعث میشه ریشه گیاه خیس بمونه و گیاهتون دچار پوسیدگی ریشه بشه و برگای گیاه زرد بشه. اما بعضی وقتا هست گلدون گیاه دقیقا همسایز با خود ریشه هاست، اما خاک گیاه خیلی خاک بدیه. این شکلیه که امروز بهش آب میدین چند روز خیس میمونه، همین باعث میشه باز ریشه گیاه خیس بمونه، برگاش زرد بشه و گیاه بپوسه. پس اینجاست که میگم خاک و گلدون و آبیاری به همدیگه مرتبطن. اگر خاک و گلدون خوبه ممکنه گیاهتون رو زود به زود آبیاری میکنید که این اتفاق براش افتاده. حالا نسبت به مواردی که بهتون توضیح دادم میتونید با شرایط نگهداریتون مقایسه کنید که ببینید گلدون بزرگه، خاک نامناسبه، خاک برگه، یا اصلا آبیاریتون زیاد بوده که این اتفاق افتاده. تا الان چند تا نکته مهم در مورد زرد شدن برگای سانسوریا رو بهتون گفتم. اگر این ویدیو براتون مفید بوده این ویدیو رو لایک کنید که من متوجه بشم و به هم بگین که تا حالا با نگهداری این گیاه دچار مشکل شدین یا نه. یه نکته دیگه اینه که کوددهی نامناسب دارین انجام میدین. اگر بیش از حد برای گیاهتون کود استفاده میکنین، اگر فقط کود سویس برای سانسوریا استفاده میکنین، اونم باعث میشه آب داخل بافتای گیاه جمع بشه و به مرور برگای گیاه حالا زرد بشه، گیاه دچار پوسیدگی ریشه بشه و در کل گیاه از بین بره. حالا که شرط نگهداریتون رو اصلاح کردین، بعد برین دنبال راه چاره. راه چاره برای سانسوریایی که برگاش زرد شده اینه که گیاه از داخل خاک در بیارین، ریشه ها رو کامل اون قسمت هایی که پوسیده رو جدا کنین. اگر ریشه های سالم زیادی داشت میتونین داخل خاک بکارین، اگر نه اصلا ریشه نداشت یا ریشه خیلی کمی داشت، من پیشنهاد میکنم داخل پرلیت بذارین. قبلا یه پست کامل در مورد پرلیت گذاشتم، میتونین اونو ببین. میتونین وقتی که گیاه از داخل خاک در آوردین یه قارچکش هم براش اسپری کنین که خیالتون از بابت بیماری قارچی راحت باشه. حالا که گیاهو داخل خاک جدید گذاشتین، سعی کنین نور رو براش بیشتر کنین، یه نور فیلتر شده متوسط، و سعی کنین آبیاریش رو تنظیم کنین، گلدونش مناسب باشه، خاکش مناسب باشه، آبیاریتون هم تنظیم بشه، به زودی گیاهتون پاجوش میده. از ترکیب خاکی که میتونین برای سانسوریا استفاده کنین، کوکوپیت، پرلیت، پیتماس، ورمیکامپوست، ورمیکولیت و چند درصد لیکاپونه.
میتونید ماسه شسته شده به ترکیب خاکتون اضافه کنید. من داخل کانالم همیشه از شرایط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون پست میذارم. اگر به اینجور ویدیوها علاقه دارین، خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو روشن کنین که هر وقت من ویدیو گذاشتم شما اولین نفری باشین که این ویدیوها رو میبینین. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدافظ.